آقای نمازیان صدای منو دارین؟ صبر کن تا بیام. من یه نمیدونم اون هفته من اعلام کردم که ساعت 11 زمانی باشه. آره بخواه ساعت محمد من اگه بخوام فایل کتاب رو بارگذاری کنم هم که میتونم الان شیر کنم که بله؟ بله کدوم قسمت بود اینجا الان زیر این اشتراک کتاب دستاپ رو بزنه یه نمش اشتباه رفته بودی؟ اما الان حسن الان ده نفر هستن. خب به نام خدا سلام خدمت دانش آموزان عزیز. بچه ها ما اشتباهی رفته بودیم توی کلاس دیگه. بچه ها صدا تصویر رو دارید الان؟ خیلی عالی. خب امروز فصل سوم رو ترکیبیات رو بچه ها شروع میکنیم. فصل دوم تموم شد، تمریناش مونده. البته تمریناش حالا توی موقع دیگه براتون حل میکنیم، ولی فصل سوم یه مقداری مطالب بیشتر داره، یه مقداری یادآوری از ترکیبیات گذشته است. بچه ها شما اصل ضرب، اصل جمع، فرمول های جایگشت ها، فاکتوریل، عرضم به حضور شما تعداد انتخابات کاشه از بین انشه و تعداد حالتی که ترتیب مهم باشه، حالتی که ترتیب مهم نباشه و جایگشت های با تکرار رو، اینا رو باید بلد باشید. من یه یادآوری بکنم از این مطالب و ادامه درس. دارید شما رو صفحه از تابلو خوب بود. بچه ها اصل جمع هرگاه کاری را به ام طریق و کار دیگری را به این طریق
بتوان انجام داد، آنگاه برای انجام کار اول یا، دقت کنید من روی یا تاکید دارم، یا کار دوم، ام به اضافه این طریق وجود دارد برای انجام یک کاری ام طریق داشته باشیم، برای انجام کار دیگه ای ان طریق، و اگه بخوایم ما یکی از این کارا رو انجام بدیم تعداد حالت های انتخابمون ام به اضافه ان طریق خواهد بود. مثلا سه نوع شیرینی روی میز گذاشته، پنج نوع میوه، به شما میگن که انتخاب کن یا شیرینی بردار یا میوه. در این صورت شما چند تا حق انتخاب دارید؟ خب وقتی بینش یا اومده 8 تا انتخاب دارید، 8 انتخاب، یعنی 3 نوع شیرینی دارید 5 نوع میوه، یا یکی از 3 نوع شیرینی برمیدارید یا یکی از 5 نوع میوه را، بنابراین شما 8 انتخاب در اختیار دارید که اینو بشیم اصل جمع، این کار یا این کار، تعداد روشاشو با هم جمع میکنید. این اصل قابل تعمیم هم هست، یعنی فرض کن که دو نوع غذا هم داشته باشی، خب میگه یا این یا این یا اون، وقتی داده حالت ها رو با هم جمع میکنیم. اما یه موقعی هست ما میخواییم کار اول و کار دوم انجام بدیم، به شما میگه که سه نوع شیرینی، پنج نوع میوه، میگه یه نوع شیرینی بردار، یه نوع هم میوه و میوه، هم شیرینی میخوای برداری هم میوه میخوای برداری، الان چند تا انتخاب داری؟ 3 تا شیرینی 5 تا میوه، تعداد انتخابات میشه 15 تا، یا این و این. پس ما اگر بخوایم هر دو کار رو انجام بدیم اصل ضرب رو به کار میبریم، اصل ضرب میگه هرگاه، همین اصل، من اینو دیگه چیزش نمی کنم، دوباره اضافه نمی نویسم، کلماتش همینه، فقط یا به و تبدیل میشه. اصل ضرب میگه هرگاه کاری را به این طریق و کار دیگری را به این طریق انجام داد، آنگاه برای انجام کار اول و کار دوم ام ضرب در این طریق وجود دارد. این اصل قابل تعمیمه، یعنی میشه برای چند کار هم ازش استفاده کرد، برای چندین کار هم میشه از این اصل استفاده کرد. حالا ریاضیدان ها معتقدن که اینا اصله، بعضی ها میگن نه قضیه است، میشه اثباتش کرد، حالا ما کاری با این نداریم، ما کاربردش برامون مهمه که چه موقع از اصل جمع استفاده کنیم، چه موقع از اصل ضرب. بچه ها شما باید متوجه بشین که چه وقت اصل ضرب به کار ببرید، چه وقت اصل جمع. این مطلب رو شما توی کلاس دهم خوندید. پس اصل ضرب و اصل جمع رو گفتیم براتون. بحث جایگشت، جایگشت چیه؟ به هر یک از حالات قرار گرفتن این شی کنار هم یک جایگشت گفته می شود. جایگشت بچه یا پرموتیشن، مثلا سه شخص آ و بی و سی، یه جایگشتشون اینه، آ و بی و سی کنار هم، یه جایگشتشون به این صورت، یه جایگشت دیگه شون آ سی بیه، جای بی و سی عوض، یه جای گشت بی آ سی، یه جای گشت بی سی آ، یه جای گشت سی آ بی، سی بی آ. 6 تا جای گشت برای سه نفر وجود داره که به صورت متمایز اینا کنار هم قرار بگیرن. پس هر یک از این حالت ها رو بهش میگیم یک جای گشت از این شی. البته ما حالتی که خوندیم شی آمون متمایزن، حالا
توی سال 12 جایگشت های تکراری رو هم میخونیم. فرض کنیم که چند تا شیء هم بعضیاشون عین همه هم. مثلا فرض کنیم دو تا آ داشتیم، اون وقت چه جوری حساب بکنیم که در ادامه بهش میرسیم؟ تعداد جایگشت های این شیء متمایز بچه برابر است با پی این مساوی با این فاکتوری، برابر است با پی این مساوی با این فاکتوری. این شیء متمایز بچه پرموتیشنشون، پرموتیشن یعنی جایگشتشون، میشه این فاکتوری. مثلا تعداد جایگشت های 5 نفر خب بکنم قطع شد برمشون بگیرم. بچه ها صدا تصویر دارید الان؟ الان وصل میشه دوباره بچه ها. محمد این اینترنت به هم ریخته؟ آره یه بار خارج چه بسید؟ یه بار بودش کن همین کار رو بکنم رو سوچت های چی؟ سوچت اون مودم خب درستش میکنیم پایی نمیدیم تو آزه این شد شد خب بچه ها وضع شد دوباره. خیلی خوب خیلی خوب دست شما دارم. خب با همین فرمول پی این مساوی با این فاکتوریل ما می اومدیم مسائل مختلفی توی کلاس دهم اگه یادتون باشه مطرح می کردیم. مثلا می گفتیم 5 تا اصفهانی با 6 تا تهرانی به چند طریق میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ آیا جیان بگو ببینم 5 تا اصفهانی 6 تا تهرانی در یک ردیف میخوان کنار هم بیستن چند روش میشه؟ خیلی میشه. آقای حاجی هم بفرما خیلی میشه. درسته بله خیلی میشه. یاد خیلی زیاد میدونی چند تا میشه؟ حدوداً تود 40 میلیون حالت میشه. 11 فاکتوریل. 11 فاکتوریل حالت میشه. که الان بهت میگم دقیقاً چند میشه. نه ماشین حساب میخوام ولی دارم اینجا ماشین حساب کامپیوتر. الان ماشین حسابشون هم نمانه داریم ماشین حسابشون آب فاکتوریه بذاره هم درستش بکنم ساینتیفیکش بکنم این هم
12 فاکتوریه 39,916,800 حالت میشه. یا 5 تا اصفهانی یا 6 تا اصفهانی 5 تا تهرونی میخوان در یک ردیف بیستن، تعداد حالتاش میشه 39,916,800 حالت، یعنی 11 فاکتوری. حالا اگه ما شرط بذاریم روی مسئله، اون وقت تعداد حالت‌ها کمتر میشه. هر مسئله ای رو اگه شرط گذاشتیم محدودش کردیم دیگه، پس تعداد حالت‌هاش چی میشه؟ کمتر میشه. حالا ما میخوایم بگیم که اصفهانی ها کنار هم باشن، تهرانی هم کنار هم، چی کار بکنیم؟ 6 تا اصفهانی 5 تا تهرانی میخوان کنار هم، آره، میایم اصفهانی ها رو کنار هم قرار میدیم، تهرانی ها رو هم کنار هم. حالا اصفهانی ها تو بین خودشون 6 فاکتوریل جا بجا میشن. حالا سوال، 6 اصفهانی، یاد فیلم یک اصفهانی در نیویورک افتادم، برید ببینید، دانلودش کنید ببینید، خدا رحمتش کنه، نصرت الله وحدت بازی کرده، آره، فیلم های قبل از انقلابه، فیلم قشنگه، یک اصفهانی در نیویورک، مرحوم ارحام سعد و نصرت الله وحدت بازی کردن. 6 اصفهانی و 5 تهرانی به چند طریق می توانند کنار هم قرار بگیرند به طوری که الف اصفهانی ها کنار هم باشند، اصفهانی ها کنار هم، ب تهرانی ها کنار هم باشند، جیم هم اصفهانی ها و هم تهرانی ها کنار هم باشند، دال یک در میان باشند، یک در میان باشند. خب برای اینکه اصفهانی ها کنار هم باشند میگیم آقا این اصفهانی بیانید بقل هم بایستین، اینکه کدوم اول باشد اینا مهم نیست، اصفهانی ها رو یه دسته در نظر میگیریم، 5 تا تهرونی هم هستن میشن 6 تا، جای گشتایی اینا میشه 6 فاکتوریه، ولی برای هر حالتی از این 6 فاکتوریه خود اصفهانی هم تو بین خودشون میتونن جا به جا بشن که میشه 6 فاکتوریه ضرب در 6 فاکتوریه، 6 فاکتوریه اصفهانی ها را یه دسته میگیریم، 5 تا تهرونی هم هستن مثل اینه که 6 تا شیعه هم جا به جایشون میشه 6 فاکتوریل ضرب در جا به جایی خود اصفهانی ها، تهرانی ها کنار هم باشن، الان تهرانی ها رو یه دسته بگیرین با 6 تا اصفهانی میشن 7 تا، 7 فاکتوریل ضرب در 5 فاکتوریل هم خود تهرانی ها میتونن بین خودشون جا به جا بشن، هم اصفهانی ها و هم تهرانی ها کنار هم باشن، اصفهانی ها رو یه دسته میگیری، تهرانی ها رو یه دسته، دو فاکتوریل جا به جایشون، اول اصفهانی ها باشن تهرانی ها یا اول تهرانی ها بعد اصفهانی ها، 6 فاکتوریل اصفهانی ها میتونن جا به جا بشن، 5 فاکتوریل هم تهرانی ها میتونن جا به جا بشن، یک در میان باشن. بچه ها برای اینکه یک در میان باشن در حالتی ما اگه یادتون باشه تعداد اشیایی که دو دسته هستن در صورتی میتونن یک در میون باشن که یا تعدادشون مساوی باشه یا اختلافشون یکی باشه، مثلا اگر 7 تا اصفهانی بودند و 5 تا تهرانی به هیچ صورت نمیشد یک در میانشون کنیم، چون در نهایت دو تا اصفهانی باید کنار هم قرار بگیرن چون تعدادشون زیاد، اگر مثلا 8 تا اصفهانی بودند، نه نمیخواد خودم میمسیدش میکنم،
بچه ها سه دعا الان هست فکر کنم سه دعا هست و تصویر نیست سه دعا تصویر نیست تصویر من خب تصویر رو بذار تا آرش کنم ببینم برو محمد بگو بیا بگو تصویرمون از بر طریقی با عصبانیت خداحافظی کرد خیلی خوب اشکال نداره با همون شاد برگزار کنیم که بهتره محمد این دوباره چیز شد یه دفعه چجوره؟ خب بیاییم چیز اون بودیست الان ببینیم بسته بچه ها صدا و تصویر داری؟ آه من یادم اومدم اونجا اسکرین رو سیسیل کردم ولی اپلیکیشن نه یادم نبود حالا دیگه فهمیدم چیکار کنم آره خب همه هستین کیا خداحافظی کردن فکر کنم فقط طریقی رفتش آقای دانش هستی؟ خیلی خوب بچه گفتیم که اگر بخوایم یک در میون باشن باید اون دسته ها یا با هم مساوی باشن یا حد اکثر اختلافشون یه عضو باشه الان اینجا 6 نفر 5 نفر میشه 6 فاکتوریل اول بعد از اصفهانیا شروع کنیم ضرب در 5 فاکتوریل اگه تعدادشون مساوی باشه یه دو فاکتوریل هم میخواد چون مثلا اگه 5 تا اصفهانی بودن 5 تا تهرانی میتونستیم اول از مثلا تهرانی شروع کنیم یا اول از اصفهانیا فرقی نمیکرد ولی اینجا وقتی که تعداد اصفهانیا بیشتره اگر اول از تهرانی شروع کنیم آخر بار دوتا اصفهانی رو دستمون میمونن که کنار هم باید قرار بگیرن پس اگر تعداد اینا مساوی بود یه دو فاکتوریل هم در آخر بار درش ضرب میکنه مفهومه تا اینجا بچه ها این مسئله رو فهمیدی؟ خیلی خوب خیلی عالی و اما بریم تعداد جایگشت ها وقتی اشیای تکراری داشته باشه مثلا میگه با حروف کلمه ساسان چند تا کلمه مثلا پنج حرفی میشه ساخت الان دوتا سین داره دوتا الف داره اگه تکراری نبود مثلا میگیم با حروف کلمه یه کلاس چند تا چهار حرفی میشه بسازیم چهار فاکتوری تکراری نداره جایگشت داشته ولی یه موقع تکراری توش هست ببینیم اگه تکراری بود چی کار بکنیم موضوع درسمون جایگشت با تکرار مثلا ببین با حروف آب و آب و
بی و سی. چند تا جای گشت چهارتایی میتونیم بسازیم؟ خب مثلا اگر این A1 بود، این A2 الان متمایزن دیگه، الان میشه 4 فاکتوریه، 24 تا میتونیم بسازیم. ولی اینا الان عین همه، این اول بیاد بعد این، بعد این بیاد، فرق نمی کنه. مثلا نیاکون بچه ها یه جای گشینه، اگه این A1 باشه این A2، A1 B A2 C این یه جای گشته، A2 B A1 C هم یه جای گشته، درسته؟ اگه A1 و A2 متمایز بودن این دوتا فرق میکردن، ولی ما میدونیم که اینا فرقی با هم ندارن، پس این دوتا یکی حساب میشن، این دوتا یکی حساب میشن. پس من اگر همه ی حالت ها رو در نظر بگیرم، برای هر حالتی دوتا تکراری هست، مثلا یکیش اینه B C A1 A2، یکیش B C A2 A1، این دوتا یکی هست. پس هر حالتی از این 24 تا رو من در نظر بگیرم دوتا تکراری توش هست. بنابراین تعداد جای گشت رو اگه بخوام تعداد جای گشت رو حساب بکنم، میشه 4 فاکتوریل تقسیم بر تکراری ها، که میشه چی؟ 2 فاکتوریل، چون برای هر حالتی از این 4 فاکتوریل دوتا تکراری هست. حالا اگر 3 تا آ بود، اگه این آها متمایز باشن، چند تا جای گشت به دست میاد؟ 5 فاکتوری که میشه 120. اما الان اینو تکراری هم، مثلا این با این جا به جا بشه فرقی نمی کنه، مثلا A1 BC A2 A3 این یه حالته، درسته؟ A1 BC A3 A2 یکیه، A2 BC A1 A3 یکیه. ببین اگه این آها سر جاشون جا به جا باشن، حالت جدیدی به وجود نمیارن. ببینی همه اینا یکی هست. خب با سه تا آ چند حالت تکراری ایجاد میشه؟ 6 تا حالت، 3 فاکتوریل. پس در این حالت اگه بود می‌نویسن 5 فاکتوریل، برای هر حالتیش 6 تا تکراری هست، پس یه تقسیم بر 6ش میکنم، این 6 از کجا اومد؟ از 3 فاکتوریل. با این مقدمه میخوام یه فرمول کلی براتون بگم. اگر این شی داشته باش، اگر این شی داشته باشیم در کا دسته، یعنی چه؟ یعنی این یک تا مثل هم، این دو تا مثل هم، این کا تا مثل باشن، مثلا دو تا آ مثل هم داشته باشیم، سه تا بی داشته باشیم، 5 تا سی داشته باشیم، دسته های مختلفی باشن، این یک به علاوه این دو به علاوه این کا هم باشه، این جمعشون بشه این، در این صورت تعداد جایگشت های متمایز برابر است با اولیه n فاکتوریل، می نویسیم تو صورت تو مخرج n1 فاکتوریل ضرب در n2 فاکتوریل ضرب در nk فاکتوریل. مثلا میگیم که با حروف کلمه باربارا چند کلمه 1 2 3 4 5 6 7 7 حرفی میتوان ساخت با حروف کلمه باربارا؟ میشماریم 7 تاست، میگیم 7 فاکتوریه. حالا چند تا آ داریم؟ 3 تا آ داریم. چند تا بی داریم؟ 2 تا. چند تا آر داریم؟ 2 تا. جواب میشه این. پس جای گشت های با تکرار به راحتی از این فرمول به دست میاد. بعضی کتاب ها اینو اینجوری هم می نویسن، می نویسن N1 و N2 و NK مساوی میشه.
بچه ها اوکیه؟ فهمیدید جای گشته با تکرار یعنی چی؟ همه اینا اثباتاش به کمک اصل ضرب و اصل جمعه به راحتی اثبات میشه. خب یه مثال دیگه براتون بگم. با ارقام 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 چند عدد 9 رقمی میتوان ساخت؟ تعداد اینا، حالا بعضی وقتا مثلا میگن چند عدد 8 رقمی میشه ساخت، مسئله پیچیده تر میشه، ولی اینا 9 تاست. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 یعنی چه؟ یعنی فرض کن شما 9 تا برچسب داری، دایره ای رو دوتاش نوشته 1، رو ستاش نوشته 2، رو یکیش نوشته 5، دوتاش 7 و یه دونش هم نوشته 9. حالا با جا به جایی این برچسب ها کنار هم عدد 9 رقمی ایجاد میشه. خب حالا میخوام ببینیم چند تا میشه بسازیم. خب اینا توش تکراری هست دیگه، پس میگیم کلش 9 فاکتوریل. خب 2 تا 1 داریم، 3 تا 2 داریم، 1 دونه 5 داریم، 1 فاکتوریل میتونم ننویسم، 2 تا 7 داریم، 1 دونه 9 داریم، پس تعداد حالت ها میشه. خیلی هم راحت و خوب. نه لازم نیست، جواب همین که عدد بزرگی میشه. 9 فاکتوریال رو بخوام حساب کنیم و ساده کنیم، همین تا جایی که میشه سادهش بتونیم بکنیم. مثلا 9 فاکتوریه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 تا 4 رو بنویسید، بقیهش به 3 فاکتوریه با این 3 فاکتوریه بزن، نیاز نیست دیگه. خب این حالا یه حالت دیگه که صفر هم قاطیش باشه. سه تا صفر داریم، 2 تا 5 2 تا 6 2 تا 8، میگیم چند عدد 9 رقمی میشه ساخت؟ بچه فرض کنین همه برچسب های متمایزی هم، اینجا را چند حالت میشه پر کنیم؟ اینجا رو نه، فرض کنیم اینجا صفر نمیتونه باشه، اینجا رو 6 طریق میتونیم پر بکنیم، درسته؟
یکی از بر یکی از این 6 تا رو میتونیم بچسبونیم اینجا، درسته؟ صفر نمیتونیم بذاریم چون گفتیم عدد 9 رقمی، عدد 9 رقمی اینجا نباید صفر باشه. پس اینجا رو من با یکی از این 6 تا برچسبم میتونم پر کنم، بچسبونم اینجا. اوکی؟ یکی از این برچسب‌ها کم میشه، بقیه‌اش میشه چی؟ اینجا پس 6 تا برچسب، بقیه‌اش 8 حالته. دیگه اینجا صفر هم میتونه بیاد، بقیه‌اش میشه 8 فاکتوریه، درسته؟ 6 ضرب در 8 فاکتوریه تقسیم بر. حالا حالت‌های تکراری رو حذف می‌کنم. حالت‌های تکراری چجوری حذف می‌کنیم؟ تقسیم می‌کنیم. 3 تا صفر داریم، 2 تا 5 داریم، 2 تا 6 داریم، 2 تا 8 داریم. حالت‌های تکراری رو با تقسیم حذف می‌کنیم. با منها نه، با تقسیم. برای اون مثال زدم براتون که چجوری آ و بی و سی اگه 2 تا آ بود دو حالت تکراری میشد برای هر کدومش، وقت تقسیم میکنیم. به خاطر همین هم ما برای حذف حالت‌های تکراری بچه‌ها باید تقسیم بکنیم. این مثال رو بچه‌ها فهمید؟ حالت‌هایی که صفر داشته باشیم چی کار بکنیم؟ نه اصلا برای حذف تکراری باید تقسیم کنیم. وقتی صفر داریم صفر اون هم بل نمیاد، صفر رو جدا میکنیم 6 تا میمونه، 6 حالت، بقیهش هم که میشه 8 فاکتوریه تقسیم بر حالت های تکراری. یه تیپ دیگه بچه ها سوالای این قسمت جایگشت با تکرار اینه که مثلا 7 تا 8 تا شی یا یه تعداد شی بده توشون هم تکراریه، بعد اون تعداد کلمات یا تعداد ارقامی رو بخواد که عضواش کمتر باشه. مثلا 7 تا شی داده توش تکراری هم هست، بعد میگه چند تا کلمه یه 6 حرفی میشه بساز مثلا، یا چند تا عدد 6 رقمی میشه بسازیم. یه مثال براتون بزنم. چند عدد 5 رقمی میتوان ساخت؟ 6 تاست. حالا میگم چند تا 5 رقمی میشه ساخت، یا مثلا چند تا 4 رقمی میشه ساخت، که اینجا علاوه بر اصل ضرب اصل جمع هم توی کار میاد. ما 6 تا برچسب داریم، 5 تاشو میخوایم انتخاب کنیم، یعنی یکیشو میخوایم انتخاب نکنیم. چند حالت پیش میاد؟ یا اینکه یه دونه یک باید نداشته حس کنیم، یا یکی از این دو رو برداریم یا سه رو برداریم. خب پس حالت بندیش میکنیم. پس توی این حالت ها باید چی کار کنیم؟ در این گونه مسائل حالت بندی میکنیم. حالت اول، یک، دو تا رقم دو داشته باشیم، دو تا رقم یک، دو تا دو، یه سه، دو رقم یک، دو رقم دو و یک رقم سه. چند حالت پیش میاد؟
5 فاکتوریه 2 فاکتوریه 2 فاکتوریه 3 که یه دونه است یه تقسیم 2 3 رقم 1 داشته باشیم یک رقم 2 و یک رقم 3 خب چند تا عدد داریم الان؟ 5 تا داریم دیگه همشون 5 تا داریم دیگه چند تا یک داریم؟ 3 تا 3 فاکتوریه تقسیم کنیم 2 و 1 یک دونه بیشتر نداریم 3 3 رقم 1 و دو رقم 2 یعنی 3 نداشته باشه 3 نداشته باشه که میشه 5 فاکتوریل 3 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل حالا یا این یا این یا این اصل جمع میگه چی کار کن جواب ها رو با هم جمع کن پس جواب میشه 5 فاکتوریل 2 فاکتوریل 2 فاکتوریل 5 فاکتوریل به 3 فاکتوریل 5 فاکتوریل 3 فاکتوریل 2 فاکتوریل عدداش کوچیکه میتونم حساب کنم اگه بزرگ بود نیازی نیست 5 فاکتوریل 120 اینم 4 میشه 30 5 فاکتوریل 120 به 6 میشه 20 5 فاکتوریل 120 به 6 2 تا 12 120 به 12 میشه 10 60 تا میشه 60 تا عدد 5 رقمی با این بچه ها میشه ساخت میگید نبرید حساب بچه ها یه یاد داشت میخواییم بردارین سریع بردارین تا من تابلو رو پاک کنم پاک کنم میفرستین خیلی خوب خب حالا یه مسئله می نویسم اینو به عنوان تمرین حل کنید و تا عصر جوابشو برای من ارسال بکنید با حروف کلمه احتمالات احتمالات بچه کلمه درستیه جمع بندی با الف و ت درسته نه؟ چرا؟ چون خودی کلمه احتمال کلمه عربیه با الف و ت جمع ببندیم اشکالی نداره ولی کلمه فارسیه با الف و ت جمع نمیبندیم مثلا فرمایشات غلطه فرمایش کلمه فارسیه فرمودن یا فرمایش نمیتونیم بگیم فرمایشات اما احتمالات اشکالی نداره با حروف کلمه احتمالات چند کلمه الف خب اینا چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هشت حرفی میتوان ساخت به هفت حرفی میتوان ساخت حالا یکم سخت ترش کنیم 6 حرفی میتوان ساخت که باید اینا را حتما حالت بندی کنید حالتاشو با هم دیگه جمع اینه به عنوان تمرین بچه خودتون انجام
با حروف کلمه احتمالات، چند کلمه؟ 8 حرفی، 7 حرفی، 6 حرفی می تواند. تعداد انتخاب R شیء از N شیء متمایز. وقتی N شیء متمایز داریم میخوایم R شیءش رو انتخاب کنیم. حالت اول الف، ترتیب انتخاب مهم نباشد. ترتیب انتخاب مهم نباشد. بچه ها مثلا 5 تا میوه داریم، موز، سیب، پرتقال، کیوی و خیار. به شما میگن 2 تا میوه انتخاب. چند تا انتخاب داری؟ ترتیبش هم مهم نیست. وقتی میگن 2 تا میوه برای خودت انتخاب کن، که مهم نیست که شما اول موز رو انتخاب کنی، سیب یا سیب و بعد موز، مهم نیست. یه موقع هست نه، میگن آقا 2 تا میوه انتخاب کن، 2 نفرن به اینا بده. اولی اگه شما موز انتخاب کنی به نفر اولی موز میرسه، بعد سیب به نفر دوم، ولی اگه جا به جا کنی برای اونم جا به جا میشه. پس یه موقع ترتیب انتخاب مهمه، یه موقع ترتیب انتخاب مهم نیست. من الان میخوام 2 تا شی از این 5 تا شی انتخاب بکنم. خب ما تو سال دهم به ما گفتن که فرمولش میشه سیه N و R. اگه یادتون باشه با این علامت نشونش میدادیم، R گفتیم انتخاب R شی از N شی. این علامت رو وقتی میدیدیم یعنی انتخاب مهم، ترتیب انتخاب مهم نیست. جوابش یادتون میگفتیم میشه N فاکتوریل R فاکتوریل در N منهای R فاکتوریل. جواب این میشه این. حالا چرا این میشه؟ به راحتی با کمک جای گشت و با تکرار که براتون گفتم میشه این. حالت های جا به جای اینا چند تاست؟ 5 فاکتوریل. الان من 2 تا از اینا رو میخوام انتخاب بکنم. خب 2 تاشو که انتخاب میکنم، 3 تاش انتخاب نمیشه، درسته؟ پس طبق این فرمول میشه 5 فاکتوریل، 2 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل. چرا این اتفاق میفته؟ 5 فاکتوریل کل جای گشتشه، اینا 5 فاکتوریل. حالا دو تا، وقتی من 2 تا میوه رو انتخاب میکنم، مثل اینه که 3 تا رو انتخاب نکردم، در واقع اومدم این 5 تا شی رو به 2 دسته تقسیم کردم. 2 دسته، یه 2 تایی و یه 3 تایی. 2 تایی اونایی که انتخاب کردم میخوام بردارم، 3 تایی اونایی که انتخاب نکردم. حالا جا به جای اینا اهمیت نداره. پس مثل اینه که جای گشته با تکرار دارم حساب میکنم. موز و سیب، سیب و موز، برای من هیچ فرقی جاش نداره تو این دسته که بیاد. خب به سلامتی یه بار دیگه قطع شد. اتصال با سرور قطع باشه، میزنیم دوباره، میگیم ریلود کن.
الان صدا چطوره بچه ها؟ خشکشش رفت شد. خشکشش رفت شد. خب صدا دارین الان؟ حالا خوب شد. آره. الان فکر کنم صدا خوب شد. آره آره. میدونی چی شده بود؟ رفته بود رو حالت صدای خود لپتاپ. خود صدای این الان ما داریم از این استفاده میکنیم، از این میکروفون استفاده میکنیم، اون رفته بود رو میکروفون خود لپتاپ. میکروفون لپتاپ خیلی ضعیفه. بچه ها مسئله رو فهمیدی؟ این مسئله رو یه بار یه توضیح بدم. اینا چیزای تکراریه تا اینجا. غیر از اون حالت تکرار جایگشت با تکرار، بقیه چیزا رو قبلا هم خونده بودی. آره چیز سختی نبود. یه مثال دیگه براتون بگم. شیش پسر و چهار دختر به چند طریق می توانند کنار هم قرار بگیرند به طوری که هیچ دو دختر کنار هم نباشند. این مسئله رو یکم روش فکر کنید. تا حالا همچه چیز نداشتیم. تا حالا هرچی میگفتیم که به چند طریق کنار هم باشن میگفتیم 10 فاکتور. پسرها کنار هم باشن میشد 5 فاکتوریل ضرب در 6 فاکتور. دخترها کنار هم باشن میشد 7 فاکتوریل ضرب در 4 فاکتور. یکی در میون باشن که غیر ممکنه، چون 4 تا پسر، 4 تا دختر، 6 تا پسر، یکی در میون نمیتونن، چون گفتیم اختلافشون باید حد اکثر یکی باشه. اینجا گفتیم به چند طریق میتونن کنار هم قرار بگیرن به طوری که هیچ 2 تا دختری کنار هم نباشن. بچه ها ایده بدید ببینم چیکار باید بکنیم. ده تا آدمن، 6 تاشون پسر، 4 تا دختر، میخوان کنار هم بیستن، ولی نمیخوایم 2 تا دختر کنار هم باشن. یعنی حتما بینشون فاصله باشه. حالا بینشون میخواد یه فاصله، یه پسر باشه، 2 تا پسر باشه، هر جوری. میخوایم بین 2 تا دختر حداقل یه پسر باشه. نمی میخوام دو تا دختر کنار هم نباشن. خب یعنی چه؟ یعنی دو تا دختر که وایسادن یا بینشون حداقل یه پسر باشه. نه اول و آخر پسر بزنیم دختر هم نیزیم اون وسط. میخوام نه یه حالتش نیه. یه حالت نیه که مثلا دو تا پسر یه دختر، دوباره مثلا یه پسر، دوباره اینجوری میتونیم بچینیم دیگه. خب فکر نکنم دیده باشید همچین مسئله ای. تا حالا اینا باره ندیدید. حالا نمونه الان براتون میگم که بعد اگر جای همچین سوالی دیدین چجوری حل.
خب بچه ها اگه چنین سوالی دیدینا، اول اونایی که پسرها رو گفته دخترها، میخوام بین دو تا هیچ دو دختری کنار هم نباشن، پسرها رو بیاید بچینید. اینا پسرها، چند تا پسر؟ 6 تا. 1, 2, 3, 4, 5, 6. دخترها میتونن اینجا باشن. ببین مثلا یه دختر اینجا باشه، اینجا باشه. ببین مثلا اینا دختر باشه. اینا جایگاهی برای دخترها. مربع آره میگیرم می‌نویسم چی؟ جایگاه برای چی؟ جایگاه برای دختران. خواب باه دختر. اینم میشه پسرا. خب پسرا که 6 تا، 6 فاکتوریه، میتونیم تغییر انتخابشون بکنیم. درسته؟ 6 فاکتور. حالا چند تا دختر داریم؟ خب این دو 4 تا دختر، اینا چند تا جایگاهه؟ 7 تا. 1, 2, 3, 4, 5, 6. مثلا یه دختر اینجا بذاریم، یه دختر اینجا، یه دختر اینجا. یا مثلا نه، اینجا یه دختر، یه دختر اینجا، یه دختر اینجا. پس من چند تا انتخاب میکنم؟ اول 3 تا جایگاه، ببخشید 4 تا جایگاه از 7 تا جایگاه انتخاب میکنم برای دخترها، چون 4 تا دختر داریم، 7 تا جایگاه دارن دیگه. درسته؟ 4 تا از 7 تا. اما ترتیب انتخاب مهمه. در یه 4 فاکتوریل چیکار میکنن؟ ضرب میکنن. چون این 4 تا جایگاه رو که انتخاب کردم به 4 فاکتوریل، حالت میتونم دخترها رو بین اینا چیکار کنم؟ جا به جا. پسرها به چند طریق میتونن جا به جا بشن؟ 6 فاکتوریل. پس میشه انتخاب 4 از 7 ضرب در 4 فاکتوریل ضرب در 6 فاکتوریل. جواب این مسئله که میشه یه 7 فاکتوریل اینجا داریم، یه 6 فاکتوریل اینجا داریم، یه 3 فاکتوریل، یه 4 فاکتوریل. این 4 فاکتوریل با این 4 فاکتوریل هست میشه، میشه 0. جوابش میشه 7 فاکتوریل ضرب در 6 فاکتوریل تقسیم بر 3 فاکتوریل. حالت هایی که این دخترها و پسرها میتونن کنار هم بیستن به شرطی که هیچ دو تا دختری کنار هم نباشن. پس یه بار دیگه میگم، اول پسرها رو مینویسیم، بعد جایگاهی که دخترها میتونن قرار بگیرند و مشخص میکنیم. مثلا این دختر اینجا، 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 اینجا میتونه وایسته. حالا از بین اینا 4 تاشو انتخاب میکنین. ترتیب انتخاب جایگاه مهم نیست، ولی ترتیب انتخاب دخترها مهمه، چون 4 تا دخترن. یه موقعی نه، 4 تا شیء مثل همان دیگه، جا به جایشون مهم نیست. مثلا اینجا میگید میخوایم فرض کن دست گل بذاریم بین این پسرها، دو تا دست گل کنار هم نباشه و دست گل هم شبیه هم باشن، دیگه این 4 فاکتوریل را نمیخواست. یعنی چون اینا جا به جایشون فرقی نمیکنه، ولی اینا 4 تا آدم هم جا به جایشون فرق میکنه در 4 فاکتوریل ضرب میکنه. بچه ها فهمیدین این مسئله رو؟ اما تموم دیگه ما هم کلاس رو. بچه ها پیام بدید، متوجه شدین؟ 6 تا پسر 4 تا دختر، میخوایم هیچ دو تا دختری کنار هم نباشن. اومد این پسرها رو مرتب کردیم، بعد اونا رو جایگاه رو در نظر گرفتیم، 4 تا جایگاه انتخاب کردیم. آها خب خیلی عالی. حالا اینو بعضی وقتا جور دیگه هم مطرح میکنن بچه ها. مثلا میگن که یه تعدادی مریض میان داخل مطب یه دکتر. محمد ما دیگه شما بخواه بریم ما تمومش میگم یه من بسارش باشه. مثلا میگن که یه تعداد مریض میان داخل مطب یه دکتر، تو مطب این دکتر 15 تا صندلی توی ردیف چیده شد، به دلیل شیوع کرونا نباید دوتا مریض کنار هم بشینن. خب الان 5 تا مریض اومدن، به چند طریق میتونن این مریضا بشینن؟ به طوری که هیچ دوتا مریضی کنار هم نباشم. 15 تا صندلی خالی هست توی ردیف، 5 تا مریض میان، میخوان دو تا مریض کنار هم نباشن، به چند طریق میتونن اینا کنار هم بنشینن؟ خب بله حالتاش زیاده، این هم زیاد. چقدر حالت داره؟ 10 تا آدم. 10 تا آدم اگر
هیچ شرطی رو شون نذاریم کنار هم بخوان بیستند، 10 فاکتوریل میشه، 10 فاکتوریل میشه 3,628,800 حالت. یعنی 10 تا آدم اگه بخوان عکس مختلف بگیرن 3,628,800 تا عکس مختلف میتونن بگیرن. پس چی فکر کردی؟ بله، خب حالا اگر شرط بزنیم روش تعداد حالتاش کم میشه. الان شرط گذاشتیم میخوایم دخترها کنار هم نباشن، هیچ دو دختری کنار هم نباشن، وقت تعداد حالتاش میشه این 7 فاکتوریه بعد در 6 فاکتوریه تقسیم بعد 3 فاکتوریه، که اگر این حساب بکنیم به عدد کمتری میشه، چون شرط گذاشتیم روش محدود میشه. پس این مسئله رو هم شما بچه حل کنید. توی مطب دکتر 15 تا صندلی کنار هم در یک ردیفه، خب پنج تا مریض میان به دلیل کرونا نمیتونن کنار هم قرار بگیرن و اصلا از اسکایرمان خارج شد دیگه، من وارد نمیشم. آره، حرف حرفی رو حالت هایی که مثلا احتمالات یه الف داشته باشه، مثلا هی را داشته باشه نداشته باشه، همه حالت هاشو با هم جمع.